بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای دامی درس برنامه وین ورد خود شروع میکنیم. از اینجا ویندوز آر میسازم، دمی قسمت تایپ میکنم وین ورد، انتر میکنم، برنامه وین ورد برمای زمین جا چی میشه؟ باز میشه. اینا باز شد. بعد از باز شدن از اینجا بلانک داکومنت، یک تا داکومنت جدید بر شما باز میکنم. بعد از داکومنت جدید مستقیما بالای گزینه چی میام؟ امروز بالای گزینه انزرت میرم. از بخش انزرت ما در کدام مینو رسیدیم؟ پیکچر و آنلاین پیکچر ما چی کردیم؟ به اتمام رساندیم. اینال امروز ما کدام بخش میخوانیم؟ شیپ میخوانیم. از شیپ چی وظایف انجام دادم میتونم متوجه باشین؟ اینال میایم از شیپ یک دونه دایره را بر شما فرد مثال شینم اینجا چی میکنم؟ کش میکنم، یعنی دایره شد. و بعد از جور شدن این دایره مستقیما بالای فرمت میرم. از بخش این دایره را که انتخاب کردم اون فرمتش خودش اتومات سلکت شد، میگیرم از اینجا کدام میشه، این از اینجا سی ار انتخاب میکنم. از همین دایره کنترل سی کنترل وی یک دونه دیگر هم جورش میکنم. اینو چه میسازم؟ کوچکتر میسازم، اینو ده اینجا آوردم میمونم. و بعد از موندن از این میام از اینجا این تصویر میگیرم ده این میچسبانو میشم، اینی رقم جورش میکنم. و بعد از جور کردن از این بالای انزرت میرم، از انزرت بالای شیپ میرم. از شیپ از اینجا بالای کدام گزینه میرم؟ اینو می شیپ انتخاب میکنم. از اینو اینجا کش میکنم می شیپ تا اینی نقطه را، اینو به این شکل. و بعد از انداختن از این میام یکم کلانتر میسازم. اینه این بر شما چی شد؟ تکمیل جور شد. و بعد از جور شدن از این بالای فرمت میرم، از فرمت از اینجا کدام گزینه را انتخاب میکنم؟ اینه می گزینه را انتخاب میکنم، اینه به این شکل. این بر شما اینجا چی شد؟ تکمیل جور شد. و بعد از اینکه جور شدن این اینجا، خب یک دونه تصویر میارم، یعنی پیکچر. دینر بر شما پیکچر ورود کردن یاد داده بودم. از کجا میارم اما تصویره؟ از مینوی انزرت میرم، اینه انزرت. و بعد از انزرت میام از اینجا بالای کدام؟ از اینجا پیکچر آنلاین. اینجا چی داریم؟ پیکچر داریم، تصویر داریم. تصویر وقتی که از اینجا من کلیک میکنم و بعد از اینجا چی میکنم؟ بالای درایو چی؟ درایو رحیمی میرم، یک تصویر میارم. اینه مای کامپیوتر درایو رحیمی. اینجا فولدر عکس نشسته است، اینه فولدر عکس. انتر میکنم، یکی از تصاویر به شما میارم. این تصویرم آوردم. و بعد از آوردن از این تصویر من چی میکنم؟ in front of text میکنم. و بعد از in front of text از اینجا این تصویر چی میسازم؟ اینجا دایروی میسازم، این دایروی هم جور شد. و بعد از این تصویر من چی میسازم؟ یکم خردتر میسازم شه، این رقم. و بعد از این طرف شم یکم خردتر، و از این طرف شم یکم خردتر میسازم، این از اینجا خرد میسازم. ایرم تا اینی مرحله را ایرم این شکل. این کار که انجام دادم باز دوباره بالا افکت میرم. از افکت فرد مثال اینجا این کمی کمتر میگیرم. و بعد این را در کدام موقعیت آورده میمانم؟ این دم اینجا میمانم. این بر شما چی شد؟ تکمیل اون جور شد. و بعد از جور شدن از این مستقیما بالای انزرت میرم. از انزرت ما ورد آرت داشتیم، درس های گذشته هم خواندیم. این دم این قسمت تایپ میکنم. چی تایپ میکنم؟ آموزشگاه عالی جوشن. این دم اینجا نشنا میکنم آموزشگاه عالی جوشن نشنا میکنم، اینه به این شکل. و بعد از اینکه کار انجام دادم کنترل ای میکنم. و بعد از کنترل ای ایره چی میسازم؟ یک کمی مدور یا مثلا دایروی میسازیم. از کدام قسمت هم میشه؟ این از اینجا ما چی داریم؟ این از اینجا فونت داریم، فونت این از اینجا دایروی میسازیم. ایره وقتی که کلیک بسازم بر شما اونو کم گه که حالت دایروی رو بر خودش میگیره، کمی کلانتر میسازم میشه. و بعد از کلانتر ساختن از اینجا بر شما چی میسازم؟ خب اینه به این شکل مدور میسازم، اینه اینوله. و بعد از او باز دوباره کلانتر میسازم، اینوله بیرون کلیک میکنم، یکم گیره بالاتر کش کنم که اینه دمی برابر شوه، اینه برابر شده، اینوله اینه مقدر باشه میشه. و بعد از اینکه کار انجام دادم میتونه شما از اینجا خوب چرخ بتید میشه امو نقطه ایتانه میگیره میره اینا این اینجا آوردم میمانم. میره خود جورش کردم چون فعلا مزاحمتی نکنه، ده اینا هر کدامش رنگ پرتم. از کجا میاندازم؟ اینی فرمت انتخاب میکنم، بالای فرمتش آمده از کدام رنگ بالاش تحمیل میکنم. فرد مثال میگیره می نزی رنگ میپرتم. دیگه میام آوتلاینش چه قسم یک رنگ بر خودش میگیره. از اینجا آوتلاین کمی دبلتر میگیرم و بعد رنگش هم از اینجا سیاه میگیرم. اونم اونجا باید مدور دایرویش باید معلوم شوه. خب میگیرم از اینجا
پیکچرم پایین تر میارم انیرم رنگ سیاه میگیرم اول اوتلاینش از فرمت آمده دبل تر میگیرم این از اینجا این دبل تر شد اینال این تصویر اینجا آورده میمانم و بعد از آورده موندن اینال باز بالا انزرت میرم از بخش انزرت بر شما چرا اینال انتخاب میکنم از اینجا بالای ورد آرت میرم از ورد آرت از اینجا اینمی تکس انتخاب میکنم سال چی نشتا میکنم تاسیس نشتا میکنم این دو نقطه و بعد از او 1392 چند باشه این از این قسمت 1392 چار باشه 1392 همین تاسیس همین کورس است میگرم میره انتخاب میکنم ده هم میرم از هم میره کوچکتر میسازم و بعد از کوچکتر ساختن این ده قسمت آورده میمانم یعنی مثلا از یه مکده باید یک هم که کوچکتر شوه و کمی کنترل بی میسازم بولت میساز میشه اینه ایم تکمیل شد و بعد از که کار انجام دادم ده ایم یک رنگ باید بیاندازم کدام رنگ برش میندازم از همینجا فرض مثال این یک رنگ و بعد از اوتلاینش چه قسم یک رنگ میگرم اون سیاه میگرم و بعد از که کار انجام دادم و مسکه آلی جوشنه در کجا آورده میمانم این ده قسمت بعد از که کار انجام دادم آیا امی یک جای لوگو را میگره نمیگره این ای رقم شما چی کده میتونی یک لوگو جور کده میتونی یک تاپه جور کده میتونی صحیح؟ از کجا جور میکده نمی تاپره؟ از انزرت از بخش شیپ جور کرده میتونستی یا از بخش آیکن یا از بخش 3D مودلز یعنی اگر داشته باشین یعنی عکس های 3D سه بودی داشته باشین از اینجا در اینجا جایگزین کرده میتونی ای بود اینه جور کردن یک تاپه بود اداره و منجمنتش اینال پس میرم ادامه درس ما اینجا ما دیگه چی داریم؟ سمارت آرت داریم سمارت آرت هم در بعض وقت در ادارات دولتی در بخاطر تشکیلات ضرورت میشه من میگرم تشکیلات چرا جور میکنم اینه کمپیوتر فرد مثال انزرت میکنم بالای انزرت و بعد بالای سمارت آرت میرم اینجا بسیار اشکال مختلف زیاد است هر اشکالی را که شما تحلیل کرده یک چیزی جور کرده بتونین بهتر است من میگرم به شما یک دانش جور میکنم که کلش استفاده میشین در این نقطه میگرم میره اوکی میکنم اول نشنا میکنم اینه در این قسمت کمپیوتر اینه کمپیوتر را به شما چی میکنم من اینجا تایپ میکنم اینه کمپیوتر شد خب کمپیوتر به چند بخش تقسیم شده به دو بخش هاردویر و سافتویر خب میایم از اینجا اینه یک بخشش به نام چی بوده هاردویر اینه هاردویر را تایپ کردم یک بخشش سافتویر بود به خاطر از اون باید اد چیپ بکنم اینجا چی نشتا میکنم سافتویر نشتا میکنم دیدین او هاردویر بود این سافتویر بود و بعد از اینکه کار انجام دادم بالای هاردویر میرم از هاردویر هاردویر هم میخوایم به سه بخش تقسیم به چهار بخش تقسیم کنم یکی آوتپوت است یکی انپوت است یکی استوریج است و یکی هم سی پی یو است من میگرم به خاطر عملی نمودن از او اد چیپ نمیسازم از اینجا بر شما اد اسیستانت میسازم یک بخش به نام چیات میکرده مثلا وسایل ورودی این نشتا میکنم ترجمه میشه وسایل ورودی یکی دیگه هم ادش میکنم ایره چی نشتا میکنم وسایل خروجی دیگه نشتا میکنم از اینجا بر شما چی نشتا میکنم سیستم یونت این سیستم یونت نشتا میکنم یا سیستم عامل یک بخش دیگه شه نشتا میکنم از یک قسمت بر شما چی میسازم ایره اد باید بسازم این از یک قسمت اد شیپ میسازم و بعد از اد شیپ ساختن کدام بخش بود مغز کامپیوتر اینه به این شکل شما میتونین اینه به این شکل تقسیمات بکنین دیگه میام بالای سافت ویر سافت ویر هم به سه بخش سیستم سافت ویر اپلیکیشن سافت ویر و پروگرامینگ لنگویج میام از همینجا بر شما اد اسیستانت میسازم و بعد از او چی بود یک بخش به نام سیستم عامل یاد میکرد اینه سیستم عامل یک بخش دیگه شه به نام چی یاد میکنه فرض مثال اپلیکیشن یعنی برنامه های کامپیوتر اینه به این شکل دیگه اینه باز نشته میکنم اینجا چی است پروگرامینگ لنگویج این از اینجا پروگرام نشته میکنم پروگرام لنگویج نشته میکنم اینه به این شکل شما میتونین چی بسازین چه از استفاده بکنین و بعد از اون این سه تا اضافه است کلا دلیتش میکنم یعنی دلیت دیگه کلا اینا شیپ است مثلا من میخوام اینا دموت بسازم خودش مستقلا جدا بسازم نه خیر کنترل زد حالا اولش باشه یا همین سافت ویر هم میخوام جدا بسازم از اینجا چی میکنم پروموت میسازم دیدین جدا شد خودش مستقل شد اگر کنترل زد اگر دموت بسازم پس برش چی میکنه برش ما وصل میسازه کنترل زد پس حالا اولش بر بگرده رایت تو لفت هاردویر این طرف تیر میشه سافت ویر این طرف اگر میخواین شما همی مغز کامپیوتر را بالا انتقال بدین اینه موو اپ اینه در بالا انتقال میده باز موو اپ دیگه هم بالا میره باز موو اپ در اولین بخشش مغز کامپیوتر میره شما میتونین از اینجا تغییرات و تبدیلات بیارین دیگه میام از اینجا شیپش تغییر بدین مثلا چه قسم یک شیپ میپردم اینی رقم
دیلیت یعنی میجا میمانین علامه دیلیت ها کلیک میکنین یکش دیلیت میشن. بعد از او از اینجا شیپ های مختلف است. هر شیپی را که شما میخواین این نظام اینجا شیپ ها را انداخته میتونین. دیدین به این شکل هم انداخته میتونین. دیگه از اینجا رنگ های مختلف ها بالاش انداخته میتونین. از اینجا فرد مثال یک کم گک بر شما چه میشن اون روشنی میندازه. از اینجا ریسیت گرافیک پس حالت اولیش برمیگردانه. بالای فرمت برم دانه دانه جور میکنم. مثلا امی کمپیوتر شیپش باید چی باشه؟ کم کلانتر باشه، اونا کلانتر شد. دیگه میم شیپش باید اینه به این شکل باشه، اینه به این شکل شد. دیگه میخوایم این از اینجا رنگش دیگه رقم باشه، اینه دیگه رقم شد. محتویاتی که خطی که داخل دیده میشه هم دیگه رقم شد. این از اینجا تنظیم کرده میتونین طاقه طاقه. دیگه کلا اینی بخشی که بر ارنج ما بر شما در بخش چی توضیح داده بودم، کلش بر شما دانه دانه گفته داده بودم. از اینجا یه بخش هم بر شما چی شد؟ به اتمام رسید. میایم از اینجا بالای انزرت، میایم از انزرت یعنی چی را فهماندم بر شما؟ بخش اسمارت آرت را فهماندم. دیگه اینجا چی داریم؟ چارت. وظیفه چارت یه است که در برنامه اکسل کار میکنین چیزای محاسباتی را در چارت نشان میتن. دیگه اینجا اسکرین شوت داریم. اسکرین شوت هم یه است که اگر عکسی از روی اسکرین تون ضرورت داشته باشین میتونین در اینجا جایگزینش بکنین. میایم از اینجا بالای انزرت میرم، از بخش انزرت اسکرین شوت کلیک میکنم. این اسکرین کلیپینگ از کدام عکس میگیرین؟ این زمین یک عکس میخوایم بگیرم، این به این شکل بر شما اون جایگزین کرد نکرد. یعنی چیزی که بعد از امی چیتون برنامه وردتون دیده میشه امورا بر شما عکس شه میگیره. فرض مثال من اینو میره عکس شه میخوایم بگیرم، به خاطر از او من میگیرم از اینجا بالای انزرت، از بخش انزرت بالای اسکرین شوت، از اینجا چی میکنم؟ این اسکرین کلیپینگ. این حالا من میتونم اینو میره عکس شه بگیرم، این ایره به پیکچر تبدیل کردم. میتونه شما ایره هر طرف انتقالم بتین، خرد و کوچک هم بکنین، در جای لوگو هم استفاده کنین. میگرم ایره این فرانت آف تکس بکنم که به هر طرف انتقال داده بتانم و بعد اول ایره من چی بسازم؟ کوچکتر. و بعد از کوچکتر ساختن دیگه هم کوچکتر میسازم، به اندازی لوگو میسازم. و بعد از که به اندازی لوگو ساختم این ایره هم جورش کرده میمونم. این ایره ما چی گفتم بتانیم؟ تاپه گفتم بتانیم، به این شکل تاپه جور میشه. صحیح؟ و بعد از که کار انجام دادم باز دوباره انزرت میم. از انزرت ما اینجا استور داریم، استور یا مثلا مای ادز انز. اینا چیزایی هست که در برنامه ورد اگر شما یک چیزی را بسازین یا جورش بکنین، یک دیتابیس را جور بکنین یا فرض مثال یک بخش اداری را جور میکنین، کسی جور کرده نمیتونه، در فروشگاهتان مانده میتونین، در فروشگاه اینترنتیتان. و بعد یه را بخرن بازیرم اینجا فروشگاه و شما نرخ میمونه، میگین $100، $150 یا $50 هر چقدر که بود. اونا مرا شما باز میبینه وقتی که دانلود کرده گرفتم یه اپلیکیشن تانو مستقیما در اکانت تان پیسیش میه. اینی رقم از اینجا باز در فروشگاه مونده میتونین. اگر مثلا ویدیوهایی که امی ارتباط به برنامه وین ورد باشه اینو کلیک کنم مستقیما در اینترنت هم سایت باز میکنه، برنامه ورد بر شما به نمایش میمونه، یعنی شما ازش استفاده کرده میتونین. دیگه داریم از اینجا لینک داریم، بوک مارک داریم، کراس اف رفرنس. امیرا میگم باز درس بسازم، کنترل ای میکنم دلیتش میکنم. ساکن خوب متوجه باشین اینجا چی است؟ لینک. لینک این معنی را میده که ارتباط دادن میگه، از یک منبع با منبع دیگه ارتباط باید برقرار بسازین توسط یک بتن. مثلا من بسیار موضوعات زیاد دارم اینجا به زبان انگلیسی است، نه بسیار مواد زیاد است، من میخوام اینال اینم اینجا فوتو نشته میکنم یک عکس با اینمی برنامه ورد لینک بسازم. به خاطر عملی نمودن همو پروسه فوتو را شما چی میکنین؟ سلکت میکنین. و بعد از سلکت کردن بالای گزینه چی میرم از اینجا؟ بالای گزینه انزرت، از انزرت بالای لینک میرم. از لینک در چی بسته میکنین امیره؟ در روی دسکتاپ ما یک عکس از دمو بسته میکنم، اینم اینجا پیکچر بخشه چی هست؟ اینه پیکچر از حلیم است. و بعد از او یا حلیم نیست، این ایمیج 101 است. از اینجا اوکیش میکنم، اینال این دمی لینک شد، رنگ آبی را بر خودش گرفت. اگر مثلا درس تشریح میکنین مستقیما میخوایم اینمی عکس اینمی درستانه بر شما نشان بدم، کنترل فشار میتین یک دفعه کلیک میکنین یس میسازین، اما عکس بر شما مستقیما نشان میده. یعنی اینی رقم به یک عکس شما چی کردین؟ یک بتنتون لینک دادین. شما میتونین صرف عکس نه، شما میتونین از اینجا آیکن ها را، شما میتونین از اینجا برنامه ها را، کل چیز از اینجا لینک بدین. میگیرم از اینجا کلوزش میکنم. و بعد از کلوز کردن این بود لینک دادن همون موضوعیتون. دیگه میام بالای کدام گزینه؟ انزرت. از بخش انزرت ما اینجا چی داریم؟ این لینک هم فهمیدیم. بوک مارک چی میکنه؟ یادداشت میگیره. مثلا اینمی موضوع را من نمیفهمیدم، یاد نداشتم، من میگیرم بوک مارکش میکنم، نامش چی میمونم؟ ای. انتر میکنم، یادداشت ای شد. یا فرض مثال من میگیرم یک پاراگراف دیگر هم یاد ندارم، اینمی بخشم یاد ندارم،
خیلی میگرم میرم بوک مارک میکنم نامش چی میمونم بی این حالا همیشه اگر همی ورد تانا باز کنیم یاد داشتای تانا از هر وقت استاد پیشش رفتین ازش پرسان بکنین که همین مشکلات های ما را حل کرده بتا اینه این تر میکنم اینم اینجا درچ کده میمونم از کجا درچ میکنم کراس آف رفرنس اینجا بوک مارک یاد داشت گرفته دونم بوک مارک انتخاب میکنین ای انزرت میکنم و بیرم از اینجا انزرت میکنم و بعد کلوز میکنم یعنی دو موضوع من مشکل داشتم در یک صفحه دیگه انزردش کردم یا خوبیش هم هست اگر احیانا شما از احیانا استادتان پرسان کنه ایره از کدام منبع آوردی از کدام بخش آوردی کنترل فشار داده اینمی بهتره کلیک و مستقیما دمو نقطه شما را میبره اگر من از اینجا باز در مشکلاتم بیم میگم اینی مشکلات از کجا آوردی این کنترل فشار میتم یک دفعه کلیک میکنم دمو پاراگراف شما را میبرم استان اونو دمو نقطه میبره که شما میره چی کده بودین بوک مارکش گرفته بودین یک صفحه است ما مشوش نمیشیم بعضی وقتی تو میشه بعضی اثر نوشته میکنه کتاب نوشته میکنه بعضی کلمات بعضی لغات مشکل پیدا میکنه باز بوک مارک گرفته میمونه و بعض همو لغت از کدام بخش آورده باشه بعضی لغت هاست طوری رب داده میشه که باید جمله را ببینین اگنی بسیار معناهای مختلف تحلیل میکنه هر کس بعد از او به می خاطر از این گزینه استفاده کنین میشه اینا فرد مثال اینمی لغت ما نمیفهم از کدام منبع آورده بودم از اونجا پاریده بگردم وقت من میگیره کنترل فشار داده یک دفعه کلیک میکنم مستقیما دمو نقطه شما را میبره دیگه میم از اینجا از انزرت کامنت داریم کامنت شما میفهمین چی وظایف انجام میداد نظریه سنجی است فرد مثال در این نظر میتین که اینمی کتاب تا اینمی بخشش مشکل داره اینی بخشش بهتر است اینی بخش خرابی داره اینی بخش باید افزود کنی اینی بخش باید کم کنی اینو تو یک نظریه میخواین ارائه بکنین کلیک میکنین اما بخش شما چیکار میتونین نظریه ارائه کرده میتونین کنترل نه بدون اینترنت هم اینجا کار میتن اگر شما سافت شده داشته باشین هیدر فوتر از اینجا تا اینجا فردا بخیر گفتم میتونم من میقدر درس امروز بس هستم میگیرم استاپ میکنم